45 تن از نیروهای ریاست رسیدگی به حوادث و اطفائیه از یک دوره آموزشی رسیدگی به حوادث و اطفائیه فارغ شدند. ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله به منظور ارتقای ظرفیت و توانایی های بیشتر پلیس اطفائیه برنامه های آموزشی دراز مدت و کوتاه مدت را در مرکز تربیت این اداره راه اندازی کرده است. روزنیز قمندانی ده محترم مقام ده هدایت ده عمل که دول پارا په سوار لسو یو کال کې د منظور شوی تعلیمي نصاب په اساس باندې د تعلیم او د تحصیل د انسجام محترم ریاست هڅه کړې ده. د روان کال په موده کې خود ریاست په څلور دېرش ولایتونو کې د اطفائیه د پرسونل د تعلیم او د مرکز د تربیوي د استادانو لپاره زه دورې کورسونه دایر کړي چې نن یې موږ په ولایتونو او بندرونو کې د هیواد په کچه د ظرفیت د لوړوالي په خاطر باندې وینو. همدې قمندانۍ د مرکز د نن 45 تنه منصوبینو د فراغت شاهدان یو. با سلسله تدویر این برنامه ها امروز نیز به تعداد 45 تن از منصوبین اطفائیه پس از فراگیری آموزش های مسلکی دو ماهه از مرکز تربیت ریاست رسیدگی به حوادث وزارت امور داخله سند فراغت به دست آوردند. در این برنامه شمار زیادی از مقامات وزارت امور داخله امارات اسلامی افغانستان اشتراک کرده بودند و الحاج نورالله انصار رئیس این ریاست گفته که رهبری وزارت امور داخله با اراده قاطع در زمینه مسلکی سازی نیروهای پلیسی ملی طرح‌ها و پالیسی‌های مشخصی را روی دست دارد که با عمل شدن آن پلیس ملی نسبت به گذشته بهتر و مسلکی‌تر خواهد شد. با گفته مسئولان این نیروها در کورس اختصاصی دو ماهه اشتراک کرده و آموزش‌های مسلکی را در بخش‌های مبارزه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی فرا گرفتند. مسئولان این ریاست می‌افزایند که در سال جاری 4 دوره کورس‌های اختصاصی برای نیروهای حوزه‌های ریاست رسیدگی به حوادث و اطفائیه را برگزار کردند. ایجاد کورس‌های ارتقای ظرفیت غرض مسلکی شدن پرسنل جدید شمول بدون وقفه از 14 ماه به این طرف الحمدلله جریان دارد. اجرای تمرینات عملی پرسنل مجادلوی با وسایط اطفائیوی و در مرکز و اطفائیه 34 ولایت الحمدلله رب العالمین نتیجه نهایت عالی به دست آمده است. فراهم نمودن قناعت مقامات رهبری وزارت امور داخله غرض اکمال و روغنیات و ترمیم وسایط اطفائیوی در سطح کشور، ایجاد تشریک مساعی بین اطفائیه ولایات تا در هنگام بروز واقعات مدهش حریق یا دیگر حادثات زنوار با همدیگر همراه می نماید. یعنی یک هماهنگی به تمام قوایی که اطفائیه دارند، یک هماهنگی بین ولایات و ولسوالی ها ایجاد شده، وقت ضرورت می تونه یک ولایت به دیگه ولایت و همکاری بکنه. حافظ نورالله انصار رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه با تأکید بر مسلکی سازی بیشتر پرسنل این ریاست از تلاش های استادان و مسئولان این ریاست مبنی بر ارائه آموزش های مسلکی به اشتراک کنندگان این دوره آموزشی قدردانی کرده است. در وظیفه اطفائیه از همه قدم اولتر صداقت، از همه اولتر چی است؟ صداقت، متانت و شجاعت. اطفائیه چی یعنی؟ مجاهد و قهرمان است که نمیمانه خودش میسوزه مگرم جان و مال مردم نجات بده. رسیدگی به رویدادهای طبیعی و مهارسازی آتشسوزی ها از اساسی ترین وظایف ریاست رسیدگی به حوادث و اطفائیه می باشد. فراغت این تعداد نیروها از ریاست رسیدگی به حوادث و اطفائیه ولایت کابل در بخش فراگیری آموزش های مبارزه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی در حالی است که مسئولان امارات اسلامی افغانستان همواره بر مسلکی سازی نیروی بشری در اداره های دولتی تاکید کردند. این فارغان شامل منصوبین پلیس رسیدگی به حوادث طبیعی و اطفائیه کشور بودند که از تمام ولایات کشور به شمول بنادر سرحدی در این برنامه آموزشی اشتراک کرده بودند و در پایان این دوره نیز به فارغان تصدیق نامه توزیع گردیده است. محترم مهندسم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زعبد الرزق در خپل استقامت لپاره حاضرم. محترم مهمان صاحب، من محمد علی تصدیق نمانده آلمان باشن آزر من یشن من امارت اسلامی افغانستان که خدمت کلمان
محترم مولوی صاحب تعلیماتی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب جان محمد به خاطر اصل تسلیمش حاضر است. جان افغانستان اسلامی مراد خدمت میکنه.